وقت شما بخیر. کاملیا پور کتابی هستم، همراه شما با اقتصاد و بازار امروز سه شنبه 23 فروردین ماه. در حالی که روند افزایش قیمت‌ها در سال جاری موجب واکنش‌های فراوانی در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی ایران شده، ابراهیم رئیسی میگوید در دولت او امیدهای زیادی در دل مردم برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی ایجاد شده. در همین رابطه یک عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرده روند افزایش قیمت‌های کالاهای مختلف از جمله گوشت، خودرو، فولاد و سیمان مشکلات جدی برای مردم به وجود آورده. علیرضا سلیمی وزیران کابینه ابراهیم رئیسی را متهم کرده که دست روی دست گذاشته افزایش قیمت‌ها را تماشا می‌کنند. او گفت یک روز قیمت تولید کننده و یک روز قیمت مصرف کننده روی کالاها درج می‌شود که این موضوع هم فروشندگان و هم مردم را سرگردان کرده. اما افزایش قیمت دارو و کالاهای اساسی در سال جدید موجب شده امروز دو نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی مجلس ضمن تایید این موضوع اعلام کنند دولت باید در مورد ارز ترجیحی سریع‌تر تصمیم بگیرد. اون چیزی که الان ما نگران هستیم بلا تکلیفی تصمیم دولت است در تعیین تکلیف نحوه مواجهه با اون ما و تفاوت نرخ ارز ترجیح. نباید ما شاهد این باشیم که این فضا در حوزه تصمیم گیری باعث بشه که اثرات قیمتی داشته باشه. ما تا 30/12 که اصلا ارز 4200 همون نرخ ارز ترجیحی برای دارو اختصاص دادیم و این 10-15 روز نمیدونم چرا گرون شده. این حتما از عدم نظارت هستش، حتما از عدم مدیریت هستش و سال 1401 ما به دولت این اختیار دادیم که اگه میخوای ارز رو حذف کنی در حالا اون تبصره 14 تقریبا 250 هزار میلیارد تومان برای گندم و دارو و کالاهای اساسی در اختیارشون گذاشتی. و افزایش قیمت‌ها در بازار خودروی ایران ادامه دارد و امروز قیمت پراید 111 از 190 میلیون تومان هم گذر کرده. بر اساس گزارش رسانه و همزمان قیمت برخی محصولات ایران خودرو هم نسبت به روز گذشته 5 تا 7 میلیون تومان افزایش یافته. آرش حسنی روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ با من هست. در این بخش بیشتر راجع به این موضوعات صحبت کنیم. آقای حسنی، چقدر این افزایش امید مردم به بهبود اوضاع معیشتی که ابراهیم رئیسی مدعی اون هست رو میشه در واقعیت امروز اقتصاد ایران دید؟ خب این ادعاها میبایست ما به ازای در گزارش‌های آماری یا داده‌های آماری اقتصادی داشته باشه. ساعتی قبل پژوهشکده پولی و بانکی ایران وضعیت شاخص تولید صنعتی در بهمن ماه رو منتشر کرد که در بهمن ماه سال گذشته برای چهارمین بار و چهارمین ماه متوالی شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی بین 0 و -1 بوده. ضمن اینکه در این گزارش تصریح شده که میزان تولید صنعتی پیش گرفته از فروش اون، به این معنی که این تولیدات صرفا راهی انبارها میشن و موجودی انبار رو افزایش میدن. همینطور شاخص مدیران خرید اقتصاد ایران که فکر کنم که 2-3 روز گذشته اتاق بازرگانی اون رو منتشر کرد، در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده که مهمترین زیر شاخص این گزارش هست از امید به آینده اقتصادی در ماه بعدی هر بار این گزارش، به کمترین میزانش از اسفند 98 رسیده بود. به این معنی که فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این گزارش انتظار این رو نداشتند که در فروردین ماه امسال، ماهی که درش حاضر هستیم، وضعیت کاری اونها و وضعیت اقتصادی اونها بهبود پیدا بکنه. در این گزارش هم شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی که خب نشان دهنده این هست که وضعیت بازار کار و امید در بازار کار به چه ترتیبی هست، در اسفند ماه به کمترین مقدار خودش در 17 ماه قبل از اون رسیده بود. نرخ مشارکت اقتصادی رو هم اگر بررسی بکنیم در زمستان سال 1400 که گزارش اون رو مرکز آمار ایران منتشر کرد، کمترین رقم بوده 40.2%. در 4 زمستان متوالی گذشته، یعنی از زمستان 97 به این سو، نرخ مشارکت اقتصادی در تمامی زمستان‌ها به طور مداوم کاهش
افزایش پیدا کرده. احتمالاً تنها آماری که آقای رئیسی به اون استناد میکنه کاهش شتاب نرخ تورم نقطه به نقطه در ماهای پایانی سال گذشته است که البته اون هم پایدار نیست و نگرانی هایی نسبت به بروز تورم دوباره در ماهای آتی پیش روی این کاهش هم وجود داره. آقای حسنی، یکی دیگه از موضوعات مهم در بازار کالاهای این حذف ارز ترجیحی هستش. ارزیابی شما رو بشنویم از این صحبت‌های ضد و نقیضی که وجود داره در مورد حذف ارز 4200 تومانی برای واردات دارو و همینطور کالاهای اساسی. خب شاید سالهای متوالی 3-4 سال گذشته رو ما همواره یکی از مشکلاتی رو که شنیدیم از زبان فعالان اقتصادی، سرمایه گذاران، عدم قطعیت و نااطمینانی هایی بوده که اونها رو از تصمیم گیری برای فعالیت های اقتصادی خودشون، توسعه و گسترش فعالیت های خودشون باز داشته بود. در صدر این فهرست خب بحث برجام بود و مسئله مذاکرات هسته‌ای که خب همچنان بلا تکلیف باقی مونده. در گزارش هایی هم که نوعاً از نظرسنجی از فعالان اقتصادی پرسیده میشه درباره مهمترین عواملی که اونها منتظر هستن تا تعیین تکلیف بشه، این مسئله در صدر هست. دیگر مسئله‌ای که همپای این موضوع به صدر فهرست نااطمینانی ها و عدم قطعیت‌های اقتصادی ایران اضافه شده، مسئله تعیین تکلیف نرخ ارز ترجیحی و روش‌های جبران اون هست که همونطور که ملاحظه کردیم، شما هم ویدیوهایی از نمایندگان مجلس رو نشان دادید، این بلا تکلیفی از مجلس به دولت، از دولت به مجلس به شکل یک پاسکاری سرگردانی در تصمیم گیری درباره این موضوع بدل شده. و موضوع مهم در این رابطه این هست که فرصت از دست میره برای اینکه تا دولت به شیوه قطعی روش‌های جبران حذف ارز ترجیحی برسه، ماه‌های متوالی طول خواهد کشید برای اینکه برنامه‌ای از پیش نداشت، مجلس هم برنامه‌ای رو نتونست جایگزین بکنه و منابعی که برای این کار در نظر گرفته شده بود عملاً از بین خواهد رفت. متغیرهای اقتصادی دیگری هم در این عدم قطعیت‌ها هستن، از نرخ بهره گرفته، نرخ تعرفه‌ها گرفته، و در چنین فضایی در واقع فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران فاقد داده‌های مناسب و قابل اتکا برای تصمیم‌گیری در فضای اقتصادی هستن و از آینده اقتصادی خودشون اطلاعی ندارن. برای همین فضای اقتصادی در چنین ابهام و نگرانی هایی در واقع باقی خواهد ماند و نتیجه نابسامانی ها برای اقتصاد ایران ناگوار خواهد. آرش حسنیا، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ، ممنون که همراه من بودین در این بخش. در ادامه نگاهی کنیم به وضعیت امروز بازارهای مالی ایران. هادی چاوشی، روزنامه‌نگار اقتصادی، برای بررسی این بازارها با من هست از لینکن. آقای چاوشی، از بازار ارز شروع کنیم. به نظر میرسه در مجموع روز کم نوسانی رو در شاخص‌ها شاهدش هستیم. درسته، نوسانات میشه گفت محدود بود امروز تو بازار ارز، ولی اون اتفاقی که بعضی از فعالای بازار انتظار داشتن که قیمت دلار زیاد تو کانال 28000 تومانی نمونه، برگرده پایین، فعلا اتفاق نیفتاده. اصلا سرعت رشد روزانه دلار نسبت به هفته گذشته کمتر شده، ولی هر روز این هفته ما عملا بازار رو به بالا دیدیم. آخرین قیمت دلار بازار آزاد 28150 تومانه، هرچند در طول روز بالاتر از این رو هم تجربه کرده بود. یورو هم امروز 50 تومان گرون شده. امروز در حاشیه بازار یه خبری درباره ممنوعیت معاملات فردایی ارز منتشر شده بود که ظاهرا بر اساس قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده که 2-3 روز پیش ابلاغ شده. این قانون میگه معامله ارز از طریق صرافی‌ها یا غیر صرافی‌ها اگه بدون تحویل ارز باشه، یعنی موکول باشه به فرداش یا روزای بعد، یا اینکه اصلا قصدی بر تحویل ارز وجود نداشته باشه، ممنوعه و مصداق قاچاق ارز حساب میشه. البته قبل از اینم نیروی انتظامی ممنوعیت این معاملات فردایی رو اعلام کرده بود، منتها حالا با این قانون شاید بخوام سختگیری بیشتری انجام بدن. بپردازیم به بازار رمزارزها. امروز من نمودارها رو نگاه میکردم، روز پرنوسانی بوده. ابتدا قیمت‌ها گویا افت داشتن، بعد دوباره صعودی شدن. بله، بازار رمزارزها مدتی هست که روند نزولی داشته، ولی تو 24 ساعت گذشته میشه گفت دو تا روند متفاوت رو تجربه کرد. اول یه مقداری افت کرد، همونطور که شما گفتید، بیت کوین رفت زیر 40000 دلار، اتریوم رفت زیر 3000 دلار، ارزش مارکت کپ کل بازار هم 3-4 درصد افت کرد. اما در ادامه روز روند تغییر کرد، میشه گفت صعودی شد، مارکت کپ کل بازار هم یه رشد جزئی داشت. بخشی از این رشد آخر وقت بازار احتمالاً ناشی از گزارش تورم آمریکا باشه که با اینکه تورم 8.5 درصدی رو اعلام کرده، ولی از پیش بینی‌ها یکم بهتر بوده و این برای بازارهای مالی خبر خوبی به حساب میاد.
میبینیم توی نمودار که تقریبا تمام رمزارزهای مهم رشد قیمت داشتن به جز بیت کوین که حدود 1.5% قیمت پایانیش هم از دیروز پایین‌تر بوده، ولی همونطور که اشاره کردم روند قیمتش رو که می‌بینیم تا زیر 40,000 دلار رفت، ولی بعد یک کمی برگشت بالای این مرز، هرچند هنوز پایین‌تر از قیمت دیروزشه. درباره اتریوم هم بعد از اینکه افت داشتیم تا زیر 3,000 دلار تا نزدیکای 3,100 دلار رشد کرد اتریوم. در بازار طلا اما قیمت‌ها صعودی بودن. بله، رشد قیمت سکه و طلا تو بازار داخلی امروز تحت تاثیر رشد طلای جهانی هم بود. اونس امروز تا بالای 1970 دلار هم رفت. این اثر گذاشت روی بازار. سکه از 13,400,000 تومان هم رد شد. در انتها بپردازیم به وضعیت بورس، نقشه بازار ببینیم. خب اغلب رنگ قرمز هست و شاخص هم گویا ریزش داشتن، درسته؟ بله، امروز قرمزترین روز بورس تو سال جدید بود. بازار میشه گفت یک پارچه قرمز بود. از نظر میزان افت شاخص کل 33,400 واحد شاید تو 5-6 ماه اخیر هم بی‌سابقه بود. میبینیم شاخص کل 2.3% افت کرده. علت اصلی افت امروز بورس ظاهرا بخشنامه‌ای بوده که وزارت سمت داده درباره افزایش تعرفه و عوارض صادرات کالاهای معدنی و فلزات و اینها. در نتیجه امروز بیشترین افت رو هم توی بازار سهام همین گروه های فلزی و معدنی داشتن. اینا چون قیمت جهانی کامودیتی ها هم رشد کرده بود قبل از این، رشد قابل توجهی داشتن، حالا یه دفعه برگشت پایین. امروز یه اتفاق مهم دیگه ای که داشتیم این بود که بیشتر از 1,000 میلیارد تومان خروج پول حقیقی اتفاق افتاد که دو ماه اخیر بی سابقه بوده، زمین که عملا کل پولی که سهامدارای حقیقی از اول سال تا حالا وارد بازار کرده بودن خارج شده و یه مقداری هم از اون منفی‌تر هم حتی شده. هادی چاوشی، روزنامه‌نگار اقتصادی از لینکلن، ممنون که همراه من بودین در این بخش و ممنونم از همراهی شما. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید.